سرخط خبرها. هشدار آمریکا در پی حمله راکتی اخیر به سفارتش در بغداد. ترامپ میگوید اگر فقط یک آمریکایی کشته شود ایران مسئول است. دشمن امروز همه نظام و همه ارزش‌ها و دستاوردهای 20 سال اخیر را هدف قرار داده است. رایزنی برای دفاع از جامعه مدنی و خبرنگاران افغان در پی قتل‌های اخیر. اولین همایش ملی مدافعان حقوق بشر در کابل برگزار شد. دور جدید عفو ریاست جمهوری در آمریکا. ترامپ نو متحدش را که در پرونده دخالت انتخاباتی روسیه محکوم شده بودند بخشید. و بابا نوئل باز از راه میرسد، مصون از کرونا و معاف از ممنوعیت سفر. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایران هشدار داده که اگر حتی یک آمریکایی در عراق کشته شود، او ایران را مسئول خواهد دانست. یک شنبه شب در بغداد تعدادی راکت به طرف سفارت آمریکا شلیک شد که تلفات جانی نداشت، اما به ساختمان سفارت آسیب زد و دست کم یک عراقی هم زخمی شد. ایران دست داشتن در این حمله را رد کرده و گفته که هدف آقای ترامپ از این هشدار منحرف کردن افکار عمومی آمریکا از شکست‌های داخلی است. کسرا ناجی از تشدید تنش بین ایران و آمریکا در هفته‌های آخر ریاست جمهوری آقای ترامپ گزارش می‌دهد. همین یک شنبه شب گذشته اینجا بغداد، حمله راکتی به سفارت آمریکا در منطقه سبز شهر، جایی که سفارتخانه‌ها و ادارات دولتی مستقر هستند. دفاع ضد راکت سفارت توانست بعضی از این راکت‌ها را در هوا خنثی کند. یک سرباز عراقی در این حملات مجروح شد. به ساختمان سفارت هم آسیب‌هایی وارد شد. دومین حمله موشکی از این نوع طی تقریباً 5 هفته گذشته. و این واکنش دونالد ترامپ دیشب 3 روز بعد از واقعه. او در حسابش در توییتر عکسی از 3 راکت منتشر کرده که میگوید راکت‌هایی است که عمل نکرد، راکت‌هایی ساخت ایران. او نوشت: روز یکشنبه چند راکت به سفارت آمریکا در بغداد اصابت کرد. 3 راکت عمل نکرد. حدس بزنید ساخته کجا هستند؟ ایران. حالا هم حرف از حملات راکتی بیشتری است علیه آمریکایی ها. او در توییت دیگری گفت: یک توصیه دوستانه به ایران برای سلامتش. اگر یک آمریکایی کشته شود، من شما را مسئول می دانم. خود دانید. این رئیس جمهوری آمریکا دیروز بعد از توییتش هنگام خروج از کاخ سفید و عزیمت به فلوریدا برای تعطیلات کریسمس. او قبل از تعطیلاتش با بالاترین مقام‌های کابینه‌اش درباره انواع واکنش‌های آمریکا گفتگو کرد. گزارش شده است که این واکنش‌ها از نوعی است که از حملات بیشتر جلوگیری می‌کند و در عین حال تنش را بالا نمی‌برد. در ایران این واکنش وزیر خارجه که نقش ایران را در این حملات راکتی رد کرده. محمد جواد ظریف در پیامی در توییتر هشدار آقای ترامپ را تلاشی برای دور کردن از مشکلات داخلی‌اش تعبیر کرد. او نوشت: در خطر قرار دادن شهروندانتان در خارج کشور، کمکی به منحرف کردن اذهان عمومی از شکست‌های فاجعه بارتان در داخل کشور نمی‌کند. آقای ظریف حرفای آقای ترامپ را هنگام انتخابات 4 سال پیش منتشر کرده که گفته بود باراک اوباما می‌خواهد با حمله به ایران جایی برای خودش در میان رای دهندگان پیدا کند. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا سنتکام در اطلاعیه گفته است که یکشنبه شب 21 راکت به طرف سفارت آمریکا شلیک شد. حمله‌ای که میگوید تقریبا مطمئن است از سوی گروه‌های شبه نظامی صورت گرفته که ایران آنها را حمایت و هدایت می‌کند. گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران حالا این تصاویر را منتشر کردند از ورود هواپیمای قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، سال گذشته به بغداد، دقایقی قبل از انفجار اتومبیلش در بیرون فرودگاه در حمله هوایی آمریکا. گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران میگویند می‌خواهند انتقام این حمله را بگیرند. این لحظه 2 انفجار ظاهراً حمله راکتی همزمان به 2 اتومبیل. آمریکا در ماه‌های گذشته بخش مهمی از کارکنانش را از سفارتش در بغداد خارج کرده
و گزارش شده است که ممکن است در روزهای آینده این سفارت را ببندد. آمریکا این هفته یک زیردریایی را به آب‌های نزدیک به سواحل ایران فرستاد. در ادامه افزایش دادن به توان نظامیش در منطقه در هفته‌های گذشته و از جمله انتقال هواپیماهای بمب افکن B-52 که اینجا از سوی هواپیماهای عربستان سعودی بر روی خاک این کشور اسکورت می‌شود. هفته‌های آخر ریاست جمهوری آقای ترامپ مصادف است با سالگرد ترور قاسم سلیمانی. هفته‌های پرتنش در روابط ایران و آمریکا. کسرانجی بی بی سی. منصور فرهنگ استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک آمریکا با ما هستند. آقای فرهنگ، یک بار دیگه تنش‌ها بالا گرفته در سالگرد کشته شدن آقای سلیمانی. موقعیت ایران رو چطور می‌بینید اگر که آمریکا بخواد واکنشی نشون بده؟ در آمریکا اجماعی وجود داره که حمله به سفارت آمریکا در بغداد بدون خواست ایران انجام نمیشه. از طرف دیگه بر مبنای شعارها و تبلیغات ایران و خصوصا ملاقاتی که آقای خامنه ای با خانواده قاسم سلیمانی اخیراً داشت، حس انتقام‌جویی در سالگرد ترور او مورد نظر رژیم ایران قرار گرفته، ولی رژیم میخواد طوری عمل بکنه که با استفاده از حملات نامتعارف علیه آمریکا بتونه آلودگی خودش رو در این حملات کتمان بکنه، که دقیقاً وزارت خارجه همین کارو کرد. و از طرف دیگه در آمریکا، در اسرائیل و حتی در دولت عربستان سعودی دست راستی هایی هستن که میخوان ترامپ و ایران وارد نوعی درگیری نظامی بشن که وقتی بایدن میاد سر کار بخواد از گزینه دیپلماسی استفاده بکنه با مشکلات جدیدی روبرو باشه. دقیقاً همینطوره. ایران چه به دست میاره الان که دیگه چیزی نمونده به پایان دوره آقای ترامپ با این بالا بردن تنش‌ها اگر که کار ایران باشه؟ این سوال خیلی جالبیه که فقط محدود به مشکل ایران و آمریکا، اینکه به طور کلی هدف ایران از سیاست خارجی دشمن تراشی با همه دشمن، با مصر و عربستان سعودی و اردن و حتی مشکلات با ترکیه و با جهان غرب، و اینکه نیاز مبرم ایران به داشتن دشمن چه نقشی در منافع ملی ایران ایفا می‌کنه. واقعیت اینه که رژیم ایران در برخورد با منافع ملی ایران واقعا هیچ نوع توجه خاصی به رفاه و امنیت و حیثیت مردم نداره، ولی وقتی که ثبات و بقای خودش مورد تهدید قرار میگیره خیلی واقع‌بین عمل میکنه، مباشات میکنه و میگه ما صبر میکنیم که زمان و موقعیت خاصی که عکس العمل نشون میدیم و خودمون تعیین میکنیم. به بیان دیگه رژیم ایران در برخورد با منتقدین مخالفین داخلی و استفاده از خشونت هیچ خط قرمزی نمیشناسه، ولی وقتی با دشمنان خارجی یا رقبای خارجی طرف میشه در اونجا به هیچ وجه از نمیخواد خودکشی بکنه. و واقعا امروز هم در همون شرایطی قرار داریم که ایران دخالت خودش رو کتمان میکنه، ولی هدف از این نوع کتمان کردن و ادامه دشمنی چیست؟ سوالی است که در برابر مردم ایران قرار داره. خیلی ممنونم ازتون، منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفته دولتش 8 ژانویه روز سرنگونی هواپیمای اوکراین بر فراز تهران را روز ملی قربانیان فجایع هوایی مینامد. آقای ترودو همچنین گفته که یاد و خاطره جانباختگان در این حادثه هرگز فراموش نخواهد شد. این هواپیمای مسافربری نزدیک به یک سال پیش در آسمان تهران با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن کشته شدند. اکثر آنها تبعه یا مقیم کانادا بودند. در ایران نزدیکان مسعود مصاحب زندانی ایرانی اوچیشی گفتند که او کرونا گرفته و به درمانگاه زندان اوین منتقل شده. کمپین آزادی آقای مصاحب در توییتی اعلام کرده که او قرار است 14 روز در درمانگاه اوین قرنطینه باشد. سازمان عفو بین الملل هشدار داده بود که او به علت سن بالا و نارسایی قلبی و دیابت باید آزاد شود. مسعود مصاحب دبیرکل جامعه ایرانیان و اوچیشی ها از حدود یک سال پیش به اتهام جاسوسی برای آلمان و اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شد. عفو بین الملل گفته که او با شکنجه وادار به اعتراف تلویزیونی شده.
وزارت داخلی افغانستان تایید کرده که عصر امروز فرشته کوهستانی فعال مدنی در ولایت کاپیسا ترور شد. همزمان امروز در اوج کشتارهای هدفمند و حمله به فعالان حقوق بشر، جامعه مدنی و خبرنگاران کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان خواهان توقف بیدرنگ این حملات شده. اعضای این کمیته با ابراز نگرانی از وضعیت موجود از حکومت خواستند که امنیت فعالان حقوق بشر را تامین کند. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. با افزایش تهدید علیه حامیان و مدافعان حقوق بشر، ناامنی در افغانستان وارد مرحله جدیدی شده. مخالفان به جای حملات بزرگ، حالا به سوی افراد شلیک می کنند. وضعیتی که همه را نگران و اعضای جامعه مدنی را برای سنجیدن راهکار دور هم جمع کرده. حکومت عامل قتل‌های هدفمند اخیر را مخالفان مسلح می‌داند که در پی ایجاد کشیدگی میان ملت و دولت است. دشمن امروز همه نظام و همه ارزش‌ها و دستاوردهای 20 سال اخیر را هدف قرار داده است. هدف اصلی آنان این است که اول در میان مردم موج از رعب و وحشت و ناامیدی ایجاد کنند و در مرحله دوم بین همه ما، بین دولت و مردم، فاصله و تفرقه ایجاد کنند و مردم افغانستان را و نهادهای ما را به جان همدیگر بیندازند. و سوم این که در میز مذاکره امتیاز بگیرند و یا در حقیقت صلح را، پروسه صلح را به بنبست بکشانند. حامیان حقوق بشر صرف نظر از عاملان نگران وضعیت مدافعان هستند. ما در چیز بیشتر از یک سال گذشته 23 تن از همرزمان فداکار و با تعهد خیش را مظلومانه از دست داده‌ایم. ما همچنان در همین مدت بیشتر از 54 پرونده تهدید شدید و نیمه شدید را در برابر مدافعان حقوق بشر ثبت کرده‌ایم. آقای رشید در همین واسطه روز قبل یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در حمله مسلحانه کشته شد. صبح امروز نیز افراد مسلح ناشناس به رئیس حج و اوقاف در ولایت قندهار حمله کردند. رانندهش کشته شده و خودش به شمول 4 مغازه‌دار در محل زخمی. در هفته‌های اخیر وضعیت بد امنیتی و قتل‌های هدفمند صبر بسیاری را بریده. انتقادها از ناتوانی حکومت برای تأمین امنیت بیشتر شده. در شمال با شدت ناامنی‌ها حزب جمعیت از شکل‌گیری مقاومت دوم هشدار داده. اگر نتوانستیم جلویش بگیریم، حرکات‌های وحشیانه و دهشت‌افگانانه بگه پیش میره، دوام میکنه، گزینه دوم داره. گزینه دوم رفتن به طرف مقاومت دوم کی بازم انسجام میخواه و اتحاد و همبستگی میخواه و در این دست ما بالاست با کمک خداوند این توانایی را داریم. در 3 روز گذشته دست کم 15 نفر مورد حمله هدفمند قرار گرفتند. همه این افراد غیر نظامی و بیشتر فعالان حقوق بشر یا خبرنگار بودند. با این وضعیت مردم از دولت امنیت می‌خواهند. آنچه که به نظر می‌رسد تأمینش سخت‌تر از قبل شده. نسرین نوا همکارم همین الان از کابل با ماست. نسرین، درباره خانم فرشته کوهستانی که ترور شد چی بیشتر می‌دونی؟ فرشته کوهستانی تحصیلات عالی خودش رو در هند به پایان رسانده بود و برگشته بود به زادگاه خودش در بولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا زندگی می کرد که امروز هم در همانجا در قریه عزتخیل همراه با برادرش مورد حمله قرار گرفت. برادرش هم زخمی شده. خانم کوهستانی به عنوان رئیس جنبش زنان ولایت کاپیسا شناخته می شد، همچنین عضو ارشد سازمان جوانان کاپیسا بود. در کل فعال مدنی و حقوق زنان بود و در مناطق شمالی، در ولایت های شمالی
مالی، چهره شناخته شده‌ای بود. بسیاری از او به عنوان وکیله یاد می‌کردند، یعنی کسی که از اونها نمایندگی می‌کنه. در حادثه سیل امسال در پروان هم برای توزیع کمک به سیل زدگان به پروان رفته بود و منابعی هم گفتن که امروز هم وقتی که با برادرش برای توزیع کمک‌های زمستانی به نیازمندان رفته بود و پیاده بود، افراد مسلح سوار بر موتورسایکل به او حمله کردند. خانم کوهستانی یک فرد فعال در فضای مجازی هم بود و گاهی اوقات حتی به چهره جنجالی فضای مجازی هم تبدیل می‌شد. همین دو هفته قبل در صفحه فیسبوکش از تهدیدها نوشته بود، گفته بود که روزگار خوشی نداره، تحت تهدید بسیار جدی هست و از تهدیدها به وزارت داخله، امنیت ملی و حتی شخصا به وزیر و مسئولین امنیتی اطلاع داده ولی هیچ کس اعتنایی نکرده و گفته که آدم ترس نیستم، یعنی نوشته بود که من آدم ترس نیستم و از افغانستان هم بیرون نمیرم ولی اگر اتفاقی بیفته خونم به گردن کسانی است که اعتنایی نکردن. خیلی ممنونم ازت نسرین نوا از کابل با ما. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایران هشدار داده که اگر حتی یک آمریکایی در عراق کشته شود، او ایران را مسئول خواهد دانست. همزمان با برگزاری اولین همایش ملی مدافعان حقوق بشر در کابل، یک فعال مدنی دیگر در افغانستان ترور شد. در ادامه این برنامه، کرونا حریف بابا نوئل نشد. در پی بالا گرفتن درخواست‌های عمومی برای خرید واکسن کرونا از خارج، بحث عضویت ایران در FATF، گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مناقشه دولت و منتقدانش را تشدید کرده. دولت میگوید که چون ایران عضو FATF نیست، برای خرید واکسن کرونا با مشکلاتی روبروست. اما مخالفان میگویند که خرید واکسن ارتباطی به این موضوع ندارد و دولت از موقعیت سوء استفاده میکند. همزمان به دستور رهبر جمهوری اسلامی، بار دیگر بررسی لوایح مربوط به FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته. کیوان حسینی گزارش میدهد. محترم نظرشون اعلام بفرمایند. بار دیگر جنجال بر سر FATF، گرفتاری دراز مدت جمهوری اسلامی که مدت هاست به گرهی کور تبدیل شده و حالا دولت میگوید این گره بار دیگر یقه‌اش را گرفته. که در کره جنوبی داشتیم قرار بود به سازمان بهداشت جهانی برای خرید واکسن انتقال پیدا بکنه، ما بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل روبرو شد. در حال حاضر واکسن کرونا یکی از بزرگترین دغدغه‌های دولت‌های سراسر جهان است و به گفته سازمان بهداشت جهانی تدبیری هم برای توزیع عادلانه واکسن در سراسر جهان پیش بینی شده. نهادی تازه تأسیس به نام کوواکس که توسط سازمان بهداشت جهانی، کمیسیون اروپا و کشور فرانسه تأسیس شده و تا امروز تأمین 2 میلیارد واکسن کرونا را تضمین کرده. به گفته وزارت بهداشت ایران، 16,800,000 عدد از این 2 میلیارد واکسن سهم ایران است و دولت برای پرداخت پول همین سهمیه به مشکل برخورده. قانون و مقرراتی که دولت اون رو تصویب کرده به دولت ایران از 5 سال پیش که در چارچوب برجام تعهد کرد به درخواست‌های FATF جامعه عمل بپوشاند، لوایحی را به مجلس برد که به رغم اعتراض‌های اصولگرایان تصویب شد، اما در شورای نگهبان رد شد و بنبست FATF شکل گرفت. زمانی که در هفته اخیر اعلام شد با دستور ناگهانی رهبر جمهوری اسلامی بررسی این لوایح بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته، این گمانه شکل گرفت که مشکلات خرید واکسن کرونا انگیزه پشت پرده ماجراست. گمان زنی خبرسازی که چندان به مذاق مخالفان این لوایح به ویژه در مجمع خوش نیامد. بنابراین اگر بعضی ها خیلی شتاب دارن برای این مسئله FATF، نباید ابزاری استفاده بکنند و بگن که واکسن رو به اون بچسبم فردا، مثلا مرغ و تخم مرغ رو به اون بچسبم پس فردا، مسائل مختلف رو نباید بعد کارشناسی و تو جای خودش این مسئله بررسی بشه. اندکی بعد بانک مرکزی ایران هم اعلام کرد که به راه حلی برای پرداخت پول واکسن دست یافته.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی امروز در اینستاگرام نوشت 200 میلیون یورو برای پرداخت به کوواکس اختصاص یافته و اطمینان داد که خرید واکسن به سرعت انجام خواهد شد. در حال حاضر واکسن‌های تامین شده از سوی کوواکس به بسیاری از کشورهای جهان از جمله برخی کشورهای منطقه مانند عربستان رسیده و تزریق واکسن هم آغاز شده. اما هنوز هیچ کس در ایران به واکسن کرونا دسترسی پیدا نکرده. کیوان حسینی، بی بی سی. چند خبر کوتاه. خبرگزاری برنا میگوید غلامرضا طیبی از مقام‌های شرکت پست استان هرمزگان که ویدیوی رقصیدنش خبرساز شد بازداشت شده. دستگیری آقای طیبی هنوز توسط مقام‌های قضایی تایید نشده. پیشتر در فضای مجازی ویدیویی پخش شد که در آن او در میان زنانی که به نظر می‌رسد کارمندان شرکت پست هستند می‌رقصد. در قوانین ایران رقص جرم نیست، ولی بارها با افرادی که ویدیوی رقصشان را منتشر کردند با اتهاماتی از قبیل انتشار محتویات مبتذل و تظاهر به فعل حرام برخورد شده. فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال علیرضا فقانی داور ایرانی را به عنوان بهترین داور سال آسیا انتخاب کرد. آقای فقانی سال 2008 وارد فهرست داوران بین المللی شد و در جام جهانی 2018 روسیه دیدار رده بندی را قضاوت کرد. این در حالی است که سردار آزمون بازیکن ایرانی تیم زنیت روسیه به عنوان تنها نماینده ایران در تیم منتخب سال آسیا قرار گرفت. چانه زنی ها بین بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره روابط تجاریشان پس از پایان دوره انتقالی برگزیت همچنان ادامه دارد. از دیروز به نظر می رسید که هر لحظه ممکن است دو طرف رسیدن به این توافق را اعلام کنند، ولی به گفته وزیر خارجه جمهوری ایرلند اختلاف بر سر حق ماهیگیری جلوی نهایی شدن توافق را گرفته. 7 روز دیگر دوران گذار به پایان می رسد و در صورت نرسیدن به توافق دو طرف باید برای صادرات و واردات عوارض گمرکی اعمال کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، پل مانافورد مدیر سابق کمپین انتخاباتیش و همچنین راجر استون مشاور سابق خود و چارلز کوشنر پدر دامادش را عفو کرده. پل مانافورد 2 سال پیش در جریان تحقیقات درباره ادعای دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا محکوم شناخته شد. آقای ترامپ قبلا مجازات راجر استون را کاهش داده بود. همکارم کامبیز فتاحی از واشنگتن با ماست. کامبیز، چی بیشتر میدونیم از این افرادی که آقای ترامپ عفو کرده؟ خب پل منافورد و راجر استون یک بچه مشترک داشتن و اینکه در جریان تحقیقات ترامپ روسیه اون پرونده تبانی همکاری نکردند با بازرس ویژه. و به هر حال البته این رو باید بگم که جرائمی که اینها در اون موارد مجرم شناخته شدن جرائم مالیاتی و عمدتاً پولشویی بود، به خصوص در مورد آقای مانافورد که 7 سال زندان گرفت، 7.5 سال 2 سال رو در حبس خانگی و زندان به سر برد و حالا آزاد میشه. در مورد راجر استون که شخصی که خودش رو رسماً عقباز کثیف سیاسی میدونه و میگه تخصصش هست، او هیچگاه به زندان نرفت. جرم او دروغگویی به کنگره بود در مورد تماس‌هاش با بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس در توطئه‌ای علیه هیلاری کلینتون برای دریافت اطلاعات. علیه او به زندان نرفت، چرا که این دومین عفوی است که شامل او میشه و به کل سوابق کیفری او رو پاک میکنه، مانع از زندان رفتن او میشه. در مورد پدر داماد آقای ترامپ، یعنی آقای کوشنر، چارلز کوشنر، پدر جرد کوشنر که دستیار او هم هست، این پرونده سال 2004-2005 میلادی سالها پیش هست، فرار مالیاتی بوده از جمله و همینطور تلاش برای مرعوب کردن شاهد و او هم البته در زندان نیست، 2 سال زندانی میشه، اما سوابق کیفری او در این مورد به کل پاک خواهد شد. واکنش ها چی بوده در آمریکا؟ خب کسانی که عفو شدن خب استقبال کردن در توییتر، تمجید و تشکر از آقای ترامپ و البته منتقدان آقای ترامپ خشمگین هستند، از جمله سناتور ساس جمهوری خواه هست، گفته یک اقدام فاسد بوده این کار که آقای ترامپ افرادی که در پرونده های حساس و همینطور کسانی که دوستان و نزدیکانش هستن رو عفو کرده. البته این رو باید بگم که این عفو شامل جرائم ایالتی نمیشه. دادستان نیویورک سایرس ونس جونیور که پسر سایرس ونس معروف رئیس جمهوری وزیر امور خارجه آمریکا در دوران انقلاب ایران، او این از مقامات قضایی ارشد نیویورک به خصوص در مورد پل منافورت
گفته که او به احتمال این رو مطرح کرده که بار دیگر پرونده ایالتی رو در آینده علیه او به جریان بیندازه. بنابراین این عفو شاید پایان دردسرهای حقوقی برخی از اینها به خصوص آقای منافورت نباشه. ممنونم ازت کامبیز فتایی از واشنگتن. سال 2020 سالی پر از محدودیت برای همه بوده، به استثنای یک نفر، بابا نوئل، که سفرش جزو سفرهای ضروری محسوب میشه. در سراسر دنیا تلاش‌های انجام گرفته تا به مردم اطمینان داده بشه که شیوع ویروس کرونا سفرهای بین‌المللی بابا نوئل رو مختل نمی‌کنه. به این ترتیب میشه رسماً اعلام کرد که کریسمس امسال هم برگزار میشه. گزارش دیوید سیلیتو رو ببینید. کریسمس یک شب هیجان انگیز برای میلیون ها نفره، ولی خیلی هم نگران بابا نوئلن. بعضی از بچه‌ها به خاطر شرایط بسیار ویژه امسال کمی نگران کریسمس بودن. تلاش‌های زیادی در سراسر دنیا شده تا به همه اطمینان خاطر داده بشه که حفظ فاصله اجتماعی و محدودیت قوانین رفت و آمد مانعی برای سفر یک مسافر ویژه ایجاد نکنه. متوجه نگرانی‌ها درباره بابا نوئل هستم. می‌دونم که اون جزو گروه افراد مسنه، اما باید اینو بهتون بگم که بابا نوئل نسبت به این ویروس ایمنه. ما سفرهای بابا نوئل رو به عنوان سفرهای ضروری در نظر گرفتیم و اون رو از قانون قرنطینه به مدت 14 روز مستثنا کردیم. مطمئنم که الان الفا، همون کوتوله‌های افسانه‌ای، به شدت مشغول کارهای جادوییشون هستن تا مطمئن بشن که همه جوراب‌های کریسمسی برای بچه‌های سراسر دنیا پر از هدیه میشه. فکر می‌کنم کار اونها جز مشاغل ضروری محسوب میشه. اما در این دوره حفظ فاصله اجتماعی یک دلیل دیگه هم برای فاصله گرفتن بیشتر وجود داره. اون هم طرح جدید سامانه دفاعی آمریکای شمالی برای ردیابی بابا نوئل. شب کریسمس در همه جای دنیا محدودیت‌های شدیدی برقراره. همه چیز رو به راهه. تا حالا همه چیز خوب بوده. داریم مسیر سفر بابا نوئل رو چک می‌کنیم که از این کره شرقی به نیم کره غربی برگشته. سال هاست که داره این کار رو انجام میده. وقتی که به آمریکا و کانادا میرسه نگران کنترلش میشیم. البته مسیر سفرش رو وقتی از ژاپن، استرالیا و اروپا رد میشه ردیابی میکنیم. در کریسمسی که دست‌ها و خونه‌ها ضد عفونی شده باشن و فاصله اجتماعی رعایت بشه، هیچ ویروسی نمیتونه در کار بابا نوئل وقفه ایجاد کنه. دیوید سیلیتو، BBC نیوز. خب فقط بگم که همین الان این خبر به دستمون رسید که بالاخره بریتانیا و اتحادیه اروپا به توافق رسیدن، به توافق تجاری. در خلاصه خبرها بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.